رادیو همراه بفرمایید. سلام آقای دکتر. سلام، بفرمایید. من خیلی خوشحالم که میتونم با شما صحبت کنم. من 73 سالمه، سه تا بچه دارم بزرگم، یه پسر و دو تا دختر. پسرم در حدود 45 سالشه، بعد از اون بعد از 7 سال یه دختر و بعد از 2 سال یه دختر دیگه که تقریبا حالا میشه 33-34 سالشه. و راجع به دختر کوچکترم میخواستم با تون صحبت کنم. دخترم معلمه، تو دبستان درس میده، از نظر کار خیلی خوبه، کارش خوبه، دوستش دارن، خودش کارش رو دوست داره. یکی از چیزایی که منو ناراحت میکنه راجع به زندگی دخترم اینه که خونهش خیلی خیلی شلوغ پلوغه. دخترم تا 2-3 سال پیش تو خونه ما زندگی میکرد، بعد فکر کرد که بهتره برای خودش آپارتمان بگیره، یه آپارتمان خیلی خوب اجاره کرد، بعد با سلیقه تمام هرچی دلش میخواست و لازم داشت خرید و چید، ولی بعد از اون همه چی همه جا هست. مثلا اگه میره غذا میخره، چیزایی که باید بره تو یخچال میذاره، بقیه چیزا همینطوری پخشه، لباساشو در میاره همه جا پخشه، اصلا مثل بازار میمونه. و من تعجب میکنم که چطوری میتونه تو این خونه اینطوری مثلا آرامش داشته باشه. نه حال اون که تعجب نکنید، برای اینکه من با کسانی روبرو شدم، حتی با وکیلی در امریکا لس آنجلس آشنا شدم که دفتر بزرگی هم داشت، تقریبا همه پرونده ها روی نه تنها میز روی زمین بود. میگم من خودم میدونم کجا پیدا شد. اونو ولش کنید، به من بفرمایید وقتی خانه شما بود اتاقش و زندگیش چگونه بود؟ شما مرتب میکردید یا خودش؟ اونم وقتی که خونه هم بود، اونم اتاقش نامرتب بود. گاه گاهی بهش مثلا آفر میکردم که بیا با هم تمیز کنیم، مرتب کنیم، اجازه میداد، میکردیم، بعد دو مرتبه شلوغی شروع میشد. ولی خب همش یه دونه اتاق بود و همه چیز تو همون اتاق بود، ولی حالا یه آپارتمان داره برای خودش، خیلی بیشتر اسباب داره. در ضمن مثل همون وکیلی که شما میدونین، اگه بهش بگم یه دونه سنجاق قفلی بیار، میدونه بره از کجا پیدا کنه. پس بنابراین اون چیزی که شما گفتید من نگرانم چگونه نظم و آرامش داره، اون مسئله من. حالا به من بفرمایید دخترتون یک میره درس میده و میاد، شب که میاد خونه چه کار میکنه؟ فکر میکنم بیشترش خودشو یعنی باید درسای فرداشو حاضر کنه، غذا برای خودش درست کنه، زیاد نمیره بیرون. میدونم که مثلا دوست پسر نداره، وقتی هم بهش میگم که چرا دوست پسر نمیخوای داشته باشی اینا، یه اخلاقی که داره هیچ وقت شیر نمیکنه با من و مثلا با خواهرش و برادرش هم همینطوره. اینی که مثلا من نمیدونم، ولی میدونم که برخلاف همه که آدم فکر میکنه مثلا جوونا باید سرگرم باشن با بقیه جوونا، بعد از کار زیاد سرگرمی نداره، فقط حتما میشینه تلویزیون تماشا میکنه و همونجور تا وقت بگذره. حالا سوالی که ازتونم، شما از کجا تلفن میکنی؟ من از شرق امریکا. بس چه مدتی از امریکا هستی؟ ما 41 سال اینجا هستیم و دخترم اینجا دنیا اومده. شما با همسرتون زندگی میکنی؟ نه، اونم بعد از تقریبا 40 سال تصمیم گرفتیم که از هم سوا زندگی کنیم. طلاق نگرفتیم، ولی من برای خودم تو خونه‌ای که قبلا بودیم زندگی میکنم و شوهرم یه جای دیگه، ولی با هم مثلا روابط دوستانه داریم، مخصوصا موقعی که به چیزایی که مربوط به بچه ها میشه حرف میزنیم و اینا. به من بگید چه مدتی جدا شدید؟ فکر میکنم 5-6 ساله. اوکی. حالا پرسشی که ازتون دارم این است که دختر شما در دوره دبستان چطور بود؟ از نظر درسش و از نظر دوستانش با بچه ها چگونه ارتباطی داشت؟ اجتماعی همون موقع بود یا نبود؟
خیلی اون موقع خیلی اجتماعی بود، درسش همیشه خوب بود. اتفاقا تمام دوستایی که داره دوستای دبستانی هستن، از موقع که تو دبستان میشناسه اینا با هم همه دوستن تا همین حالا. ولی اشکالش اونه که به غیر از دختر من و شاید یه دختر دیگه که اون نامزد داره، همشون ازدواج کردن، همشون بچه دارن. اینه که مثلا دخترم، اونا زیاد وقت ندارن که با دختر من بگذرونن، اما مثلا هر واقع که اونا یه پارتی چیزی داشته باشن حتما دختر منو یعنی دعوت. حالا من دنبال اون نبودم، اون جزئیات برای ما مهم. بعد بریم سراغ دبیرستان. در دبیرستان چقدر درسش خوب بود و شبکه دوستان رو داشت یا نداشت؟ بله اونم همیشه درسش خوب بود، دوستم زیاد داشت، تو دانشگاه هم همینطور. خب از نظر ورزشی درگیر چه نوع فعالیت‌های ورزشی بود؟ اگر زیاد اهل ورزش نبود، حالا هم نیست. اوکی، به من بفرمایید که وقتی رفت دانشگاه باز همچنان با همون بچه‌ها بود؟ چون معمولا دانشگاه بچه‌ها پراکنده میشن و هر کسی ممکنه یه جای دیگری بره، مثلا دوستای بچه شما. پس دختر شما هم که بله، پراکنده شدن و اونجا یه چند تا دوست دیگه پیدا کرد. ولی وقتی که برگشت همه تقریبا تمام دوستا همین جایی که هستیم بودن و دو مرتبه با همون دوستای قدیمی دبستان دبیرستانش دوست شده. حالا به من بفرمایید درسی که خونه، لیسانسی گرفته تو چه جهتیه؟ تو دبستان درس میده، معلمه. نمیدونم دبیرستان، آخه دانشگاه چه درسی خونده؟ تو دانشگاه همین که معلم بشه. فقط یه دوره چهار ساله گذروند؟ چهار ساله، بعدش هم یه چیز میگیرن، مستر میگیرن که مثلا چه کلاس هایی رو درس بدن، چه سن بچه ها چی باشه. متوجهم. چه کلاسی رو الان درس میده؟ ششم دبستان. بنابراین پس درسش هست. حالا اگه بهش بگید از در ازدواج میخوای چی کار کنی، پاسخش به شما چیه؟ نه دوست پسر، نه از در ازدواج میخوای چی کار کنی، به شما میگه میخوام چی کار کنم. والا من اصلا بهش به ازدواج که هیچی، اصلا بهش میگم دوست پسرم، حالا ازدواج چی نوه اینا که اصلا حرف اینا رو نمیزدم. بهش میگم که خب نمیخوای تنها نباشی، یکی داشته باشی؟ میگه که نه، کاری به من نداشته باش. هیچ وقت جواب درست نمیده. نه خیلی قرار نیست جواب درست بده عزیز، جواب درست هم نده، معنی داره. مهم میده وقتی بهش میگید که راجب ازدواج در حدی که شما میدونید راجب ازدواج و بچه چه نظری داره، برای که به هر حال دختر شما با شما حرف میزنه. حالا راجب ازدواج نه، اصلا اصولا یه آدمی میاد پدر شما تایی مثلا سی و چند سال گذشته، اقلا 10 سال 15 سالش، حرفش اینه که ازدواج خوبه بده، آدم باید ازدواج کنه نباید ازدواج کنه، دوستان ازدواج کرد خوش به حالش. چی به شما میگه؟ شما چه پیامی ازش گرفتی درباره ازدواج؟ موافق مخالف؟ دکتر متاسفانه با من هیچ وقت راجع به این چیزا حرف نمیزنه. خانم هیچ وقت. من میدونم که وقتی توی دانشگاه بود یه دوست پسر داشت و بعد از اون شنیدم که مثلا با هم به هم زدن و بعد از یکی دو سال به من گفت که اون پسره به من خیانت کرد. بعدش بهش گفتم مثلا علت این که با کسی دوست نمیشی، آیا فکر میکنی که همه پسرها اینطوره، نباید اینطور فکر کنی اینا، ولی هیچ وقت چیزی به من نمیگه. قول به خواهر برادرشی؟ به اونا هم هیچی، میگم به با هیچ کس تو فامیل اصلا حرف نمیزنه. بگم یه مدتی بود که چند سال پیش، شاید 5-6 سال پیش بود که یه مقداری استراب داشت، مثلا قبل از اینکه مدرسه شروع بشه خیلی ناراحت می شد اینا. این بود که دکتر خانواده بهش گفت برو پلوی روان پزشک و روان پزشک بهش یه قرصی داد که مثلا اگر یه موقع استراب زیاد داره یه خورده بخوره و بهش گفت برو تراپی. اینه که رفت پلوی تراپیست و یه مدتی هم میرفت پلوی تراپیست و اگر میپرسیدم ازش خب چطوره اینا، هیچی نمیگفت. و اون موقع مثلا بهش گفتم که ببین به دکتر بگو که مثلا من خونم اینطوریه، آیا چی میگی اینا. نه شما واقعا ول کنید عزیزم، اصلا از نظر من حتی یه آن دختر شما ذهن پراکنده به هم ریخته‌ای داره، شما نگران مغزش نیستید، نگرانش هستید که مثلا حولش افتاده اون ور لباسش اون بره. خب از که هست چه اهمیتی داره کی گفته باید سر جاش باشه؟ نه اونو ول کنید. ببینید عزیز، دختر شما زمینه اضطراب افسردگی رو داره،
این حداقل نشه. بنابراین شما با یه دختری روبرو هستید که هم انگزایتی داره هم دیپریشن، برای که این حرفا اونه، چیز دیگه هست من نمیدونم، ولی خب حرفایی که میزنید ذره بوداره، نگرانی منو برای یه چیزایی به وجود میاره. اولش این است که شما هیچ وقت دیدید که گرایشی، تمایلی به استفاده از سیگاری، مشروبی، مواد مخدر داشته باشه؟ نه والا. چرا با تردید گفتید؟ برای اینکه یه دفعه بود که وقتی دانشگاه بود و مثلا 21 سالش نبود، یه دفعه تو دانشگاه میدونم که یه نفر، یه پلیس دانشگاه دید که آیدی مثلا 21 سال به بالا داشت، یعنی آیدی چیز داشت، دروغی داشت. برای که بره بخواست مشروب بخوره دیگه. بله میخواست مشروب بخوره، ولی اون خیلی وقت پیش بود. حالا میدونم که نیست تو این چیزا. شایدم مثلا اون موقع که همه دراگز میکشن یا ماریوانا اینا، شاید امتحان کرده، ولی میدونم که حالا از این چیزا نیست، چون که میرم تو خونش میبینم. اوکی. به من بفرمایید که ارتباط خاص محدودی با هیچ دختری داره که ما فکر کنیم مثلا تمایلات جنسیش به سمت پسر نیست دختره؟ نه میدونم که نه. میدونم که تمام دوستای موقع دبیرستان دوست پسر زیاد داشت، هیچ وقتم با هیچ دختری اونطوری نیست. بسیار. و میدونه که بنابراین نزدم. حالا من اگر پدرش، همسرتون، پسر دختراتون رو بیارم بگم به نظر شما خواهرتون یا دخترتون چه اشکالی داره، اونا به من چی میگن؟ میگن دو، میگن حالا اسمش هر چی هست، میگن این مشکلش، مسئلهش، موضوعش چیه؟ میدونم همه که یه مقداری انگزایتی داره. خب یه مقداری هم ممکنه دیپریشن داشته باشه. نه حتما نمون عزیز، یعنی دختر شما مسئله انگزایتی اون گفتم، شاید حرف دیگری هم بزنن، مثلا وقتی درگیر فعالیت های فیزیکی هم نیست الان، هم بعدم شما حرفتون این است که برای تدریس در کلاس ششم دیگه معلم اگه قرار باشه استراب درس داشته باشه که دیگه خیلی کار خرابه. بله. برای که محیطی البته خب محیط های دبستان هنوز قابل اداره و کنترل هست. برادر عزیز من نمیدونم شما چی کار میتونید بکنید، با توجه به برای من تعجب آوره که رابطه شما با دختر کوچکتون اینقدر با فاصله هست. حالا الان با چه شدتی شما رو میبینه؟ هفته یه دفعه میاد، ماهی یه دفعه میاد، شما میرید، چه خبره؟ شاید مثلا هفته یه مرتبه همدیگر رو میبینیم. کجا؟ گاهی میاد خونه من، گاهی من میرم خونش، به خاطر اینکه نزدیک هم هستیم. ولی با هم زیاد حرف میزنیم، چون که منم خودم توی مدرسه کار میکنم، اینه که مثل اینکه مثلا از نظر کار چیزای تجربه های نزدیک داریم، میتونیم راجع به اون حرف بزنیم. اونو متوجه شدم. متاسفانه مثلا من با دو تا بچه دیگه هم خیلی از نظر چیزای دیگه زندگیشون خیلی خبر دارم، اونو هر دوشون با من خیلی شیر میکنن، ولی این دختر کوچیکم هیچ وقت با من یا حتی با بقیه هم شیر نمیکنه، با پدرش یا با خواهر برادرش هم همینطوره. برحال ببینید عزیز، حرفایی که میزنید بوی این رو میده، من مطمئن نیستم. استراب افسردگی یه مقدار شخصیت دوری گزین داره، avoidant personality disorder میتونه داشته باشه، یا به نوعی برحال یه نوع احساس استراب اجتماعی داره، ولی بعد به شما که نزدیک نیست یا با خواهر برادرش نشوندنده مقدار ویژگی روانیش. حالا سوالی که دارم، تو خانواده پدری و مادری شما و پدری و مادری همسرتون چقدر افسردگی و استراب و وسواس بوده؟ من میدونم که مثلا مادر خودم خیلی وسواسی بود، وسواسی تمیزی داشت، روزی چند بار میبایستی خونه رو تمیز کنه، استرابم داشت. غیر از ایشون، غیر از مادرشون، غیر از مادرم، راجع به فامیل شوهرم نمیدونم زیاد. پدرم عصبانی بود،
تو خونه همیشه سر و صدا بود، داد و بیداد بود. خودم هم شاید یه چیزایی از حتما نشاید حتما یه چیزایی از اونا گرفتم. خونه ما هم زیاد آروم نبود، میتونست بهتر، میبایست بهتر باشه. دختر شما از نظر خوابش که مشکل خاصی نداره داره؟ نه. در جهت تغذیهش و وزنش و اینا مسئله داره؟ نه خوبه، هم بدنش خوبه هم صورتش خوبه. آیا اگر جایی بره یا همین ارتباط با دوستاش از نظر آرایش و لباس و اینا متعادل عادی عمل میکنه؟ بله خیلی. اتفاقا با دوستاش که دیدمش مثلا خیلی با بچه ها شاد و با دوستاش شاد و ایناست. مثل اون موقع نیست که توی محول خانوادگی باشه، تو محول خانوادگی ساکت تره، ولی با دوستاش اینا اصلا فرق میکنه. حالا به طور کلی برداشت شما از در این که از زندگیش نسبتا خوشحال و راضیه هست یا یک کمی به هر حال نگران و نگران نه ناراحت و ناراضیه، چجوری از در رضایت به من چی میتونید بگید؟ آقای دکتر من باید روی فکر خودم. نه نه میلاد خودتو راه کنید. نه حرفایی که به شما ببینید، من میرسم به شما یه جوری حرف میزنم که شما متوجه میشید مثلا ناراحتم، ناراضیم، نگرانم. آخه نمیزنه، تنها کاری که با من حرف زیان میزنه راجع به مدرسه است، اونم به خاطر اینکه ولی نه برای همین میگم نمیدونم آقای دکتر، کاش که میدونستم. خب برات بنابراین شما اومدید درباره کسی که هیچی راجبش نمیدونید، یا نمیگم اعتراضی دارم. سوال من اینه چرا من هیچی نمیدونم راجب بچم. ولی برای که بچه تون در رو بسته، چرایش هم نمیدونم. من البته استراب و افسردگی واقعا در رو بسته. نه به نظر من شخصیت avoidant personality disorder دارن، یعنی شخصیت دوری گزین دارن و همراه با استراب و افسردگی اینا به هم میخوره. ولی اینکه چه میشه کرد؟ اگه بهش بگید که آیا هنوز پلو تراپیستش میره یا نمیره؟ همون نه، بعد از یه مدتی رفت، گفت اصلا این به درد من نمیخوره و نرفت. و حالا نمیدونم اتفاقا هرچی مثلا میخوام، یعنی من نگفتم بهش، به خواهر و برادرش بهش گفتم، بهشون گفتم بهش بگین که مثلا برای اینکه هر دو تا بچه من هر دوشون اون دوتا برای چیزای دیگه میرن تراپی، گفتم بهش بگین که مثلا چقدر به دردتون خورد. برای از شاید از این کاری نمیدونم، ولی من اصلا نمیتونم چیزی بهش بگم متاسفانه. حالا اگر بگم با توجه به اطلاعاتی که شما داری، چون بانوی باهوش و آگاهی هستید، اصلا خواهش و پرسشی هم از من ندارید. تشخیص که من نمیتونم بدم با اطلاعات کمی که دارم و شما خیلی کم دارید، پاسخ پرسشی هم وجود نداره. تنها مسئله این است که از حالا اگر رابطش با خواهر برادرها کمی بازتره در مقام بس با شما، اگر چنینه به اونا بگید. حالا اگر من به دختر پسرتون میگفتم آیا نگرانی مادر واقعا مورد نظر شما از قبول دارید یا نه، بچه هاتون به من چی میگفتن؟ میگفتن نه مادر بیخودی. آره اونا هم نگرانش. بنابراین دست به یکی کنید و وادارش کنید حرف بزنه، بگید که خبر است در ذهن و زندگیش، و یا حد اکثر اگر این کار نمیتونید بکنید یه ذره بیشتر بگید بره دکتر، ولی کار دیگه که نمیتونید بکنید عزیز. منم که چیزی به ذهن و نظرم نمیرسه. شما پرسشی فکر کنید از من میتونید داشته باشید یا دارید؟ ولی پرسش من حالا به نظر اصلا احمقانه میاد. پرسش من از شما این بود که چطور آدم میتونه تو همچین اتاق احساس آرامش بکنه؟ اصلا که شما بهم گفتین اونو به ذهن مهم نیست. نه اتاق وقتی مرتب و نظمی احساس عدم آرامش میکنه، جسی شما خودتون نگران اتاق نکنید. من نگران ذهنش هستم تا دور و برش. به هر حال امیدوارم گشایش پیدا بشه، ولی همونطور که عرض کردم یک خواهر برادرها فشار بیشتری بهش بیارن ببینن به جایی میرسن. دو به هر حال اگر بره تراپی اگر مشکلی داره حل بشه، ولی به نظر میرسه او فعلا تصمیم گرفته از همه دور باشه و خودش با خودش باشه، که علامت خوبی متاسفانه نیست، ولی چه میشه کرد را نمیدونم. به هر حال متاسفم. خیلی ممنون آقای دکتر.